برنامه نان گل سرخ نگاه میکنید، مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه. سلام به همگی، من مریم نمازیم و من فریبرز پویا هستم. در برنامه این هفته در رابطه با جریانات ضد امپریالیست، در واقع جریانات ضد آمریکایی و هوادار جریانات فاشیست اسلامی صحبت میکنیم. در این رابطه مصاحبه داریم با مریم هلیلوکا، بنیانگذار سازمان سکولاریسم مسئله زنان است. در اخبار تکان دهنده این هفته از بنگلادش و در مورد یه بلاگر بنگلادشی که مجدداً به طور فجیحی کشته شد، اسمش رحمانه، و فتوای احمقانه این هفتهمون از خود داعشه و اینکه اگر میخوای فوتبال دستی بازی کنی اول باید سرای فوتبالیست پلاستیکی رو ببری. آدم کوچولوها رو. خبر خوب این هفته از سوئد و کمپین برای باز کردن استودیوها روی زنان در ایران گسترش پیدا میکنه و هوادار داره در سوئد. با ما باشید. جنبش چپ جنبشی جانبدار است، جانبدار جنبش های مترقی و اجتماعی. نیروهای ضد امپریالیست به ظاهر چپ با جریانات اسلامی همدست شدند تا جنبش مترقی و آزاداندیش در خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا را به نابودی بکشانند. این جریانات به اصطلاح چپ که واقعا اصلا نباید بهشون گفت نباید چپ، یعنی باید خجالت بکشن، واقعا راست راستن، یعنی میدونین میرن دقیقا میستن بغل اسلامی ها، حقانیت میبخشن به کاراشون، براشون بهانه میسازن، میرن هر کمکی که لازمه بهشون میدن، علیه ماها میستن و بعد به خودشون میگن چپ. واقعا به خودشون اینا ضد امپریالیستن. در واقع ضد امپریالیستن گفتن بهشون یه خورده زیادیه، به قول رضا مرادی یه خورده زیادیه براشون ضد امپریالیست گفتن. اینا در یه جریانات ضد آمریکایی آنتی کلونیالیستی در واقع هستن که تاریخش از اونجا میاد. آره ضد استعماری هستن که تاریخا از جریانات ملی کشورهای تحت ستم پشتیبانی میکردن. اون جنبش های ملی تحت ستم الان جذب جریانات اسلامی شدن، به این خاطر این هم در نهایتش جزی از این جنبشن و در واقع شدن جاده بازکن جریانات فاشیستی و تو سایه روشن این جریانات فاشیست اسلامی چیز میکنن، کار میکنن، فعالیت میکنن. هیچ هویتی الان غیر از جریانات اسلامی ندارن و در واقع جزء دم دستگاه جریانات اسلامی هستن، بخش میدیای اروپاشون هستن، عملا توضیح میدن، تئوریزه میکنن کارهای جریانات اسلامی رو و بخشی از این جنبش هستن. به نظر من نباید بهشون گفت جریانات چپ، باید بهشون گفت که ضد آمریکایی، هوادار اسلامی، جریانات هوادار اسلامی باید بهشون گفت. و واقعا این تصویر و در واقع توضیح بهتری برای این جنبش هست، به خاطر که چپ تاریخا از جنبش های مترقی پیشرو، حقوق زنان، حقوق انسان دفاع کرده و چپ مترقی این خصوصیات داره، اینو تو هر شرایطی میشه نشون داد. یه چیز دیگه هم که هست اینه که اینا بالاخره مثلا میگن که یه جریان ضد امپریالیست هستن، اولا که نمیبینن خود اسلام سیاسی هم یه نوع امپریالیسم الان توی دنیا. بعد جدا از اونم کافی نیست که بگی که من طرفدار یه جریانم به خاطر چیزی که علیهش هستن، بعد دید برنامهشون چیه. اولا که ضد امپریالیست هم نیستن، خیلی از این جریانات خیلی رابطه نزدیکی با دولت‌های غربی دارن، با میلیتاریسم آمریکا دارن. اتفاقا میلیتاریسم آمریکا کمکشون میکنه برای پیشرفت کردن توی جوامع هایی مثل ما. ولی در ضمنم بعد نگاه کردید که برنامه اون جریانات چیه، چی میخوان، سیاستاشون چیه، اینا عین خیالشون نیست. خیلی جالب، یکی از شخصیت‌های این جریان توی انگلیس گالوی، جورج گالوی، با تمام کثیف‌ترین دولت‌های خاورمیانه دست داره، با دولت انگلیس هم بر موقعش باشه، با مای 5 و جنرال اینا هم دست داره و در واقع اینا یه جنبشی هستن که این جنرال راست رو نمایندگی میکنن توی اروپا و توی خاورمیانه. این جریانات مثلا بحثی که همیشه میکنن اینه که دشمن من پس دوستمه. خب مسلمه که این اصلا نمیتونه راهگشا باشه، به خاطر اینکه انگار اینکه چون ما علیه جمهوری اسلامی ایران هستیم پس بعد طرفدار میلیتاریسم آمریکا باشیم. هر دوتاشون آدم میکشن، هر دوتاشون ضد طبقه کارگران، هر دوتاشون یعنی سیاست‌های ضد بشری، ضد انسانی رو دارن پیش میبرن. معلومه نباید هیچ کدوم از این طرفا رو گرفت و باید طرف یه به قول
اینکه یک کمپ سومی باید سازمان داد و گرفت که بشریت متمدنیه که علیه هر دوتاشونه. Welcome, Mariama Helelukis. I wanted to ask you, what are the characteristics of a left that is increasingly pro-Islamist? But as the left is generally, traditionally against the state. So their analysis fails to take into account the proliferation of non-state actors, which have been there for several decades already, but they still stick to their old analysis, individuals versus the state. And how does this affect the movement, progressive movement against the Islamists? If I think of Algeria, for instance, we have been banging at the doors, not just of the left, but also the far left and also human rights organizations, to help us become more visible and give us legitimacy in our struggle against the fundamentalist far right, because that's what it is. It's a fascist type movement, disguised as a religious movement, but it's a political movement. And we had absolutely no success. So the arguments they are using to justify their position of abandonment of the left in Muslim countries is of two types. One is a very human rights approach, which is, oh, it's their religion, it's their culture. And the second one is a more left approach. Well, they stand against oppressive and democratic government and corrupt governments, or they stand against imperialism. So neither of these arguments are valid. And if it's okay with you, I think I would like to develop this. On the first argument about it's their religion, it's their culture, one can say that they homogenize both religion and culture, and they essentialize both religion and culture. If one looks at the fact that Muslims are spread on all continents, it's really quite unbelievable to pretend that there's only one culture. And just looking at dress codes, you know, from saris to boubous, from South Asia to sub-Saharan Africa, there's a wide range of traditional clothing. And focusing on the Middle Eastern forms of clothing and of veiling, and pretending that this is religious instead of being adapted to geographical and circumstances is absolutely crazy. I mean, how can anyone pretend there is one Muslim culture? As far as religion is concerned, of course, they are only concerned with the most retrograde and conservative interpretations of religion. They never look at what progressive thinkers in Islam say. And just for the sake of giving an example, Sohib Benchir, who is of Algerian descent and who was for a long time the great mufti of Marseille in France, gives this very interesting analysis of the veil being Islamic. He says, what was the purpose of the veil at the time of the Prophet? It was a way to separate the slaves who were forced to go half naked with their breasts uncovered, and the decent wives of well-to-do people who had to be covered in order precisely not to be harassed by the man in the street. So Benchir says this was a way to make sure that the dignity of these women was not attacked. And then he goes on saying,
It's not a piece of cloth today which performs the same, purpose. Yes. Today, what grants, what gives assurance to a woman to be respected in society is the fact that she's educated, she's better equipped to face society, and that's how she conquers her dignity in society. So he concludes that the modern equivalent of the veil is education. So these are interpreters of the Quran who are never ever quoted, neither by the left nor by human rights organizations. And it's interesting because in so doing, they actually support the most conservative and the most aggressive interpretations of Islam. As an atheist myself, I'm not concerned with involving myself in reform of Islam, but just for the sake of saying that they take sides, even if they don't declare it, by promoting the views of the fascists in Islam. What about, this whole argument that my enemy's enemy is a friend? I mean, is that a permissible perspective to take? This is what the left often says. That's doing. What the left says, yeah. Well, the first part of my response was more about human rights. But the human rights views are contaminating the left and have been doing so for quite some time. Certainly since the 90s in Algeria, I have been aware of that. That we receive from the left non-partisan responses, supposedly apolitical responses, which are immediately taken from the philosophy of human rights organizations. And this is not the role of the left. What is the role of the left? The role of the left should be to be partisan and to openly take side, and hopefully with us, not with the fascists. In what way can... Let me finish with this question of the enemy of my enemy, etc. That brings me back to the argument that because people, quote-unquote, people, the people, revolt against undemocratic, oppressive, corrupt governments, they need to be supported regardless of their political agenda. And supposedly because they oppose imperialist countries, which are well represented by our governments, let's say. So I think this is a terrible mistake for the left to believe for one second that fascist movements are anti-imperialist. The reform, the social reform that fundamentalist organizations are proposing the world over is zakat. That's, give alms. Alms to the poor so that you don't disturb the social strata, the social power structure. So if this is going to fight against imperialism, let me laugh. What they fail to do, and I think this is absolutely unacceptable, is to have a political analysis of the right-wing, and in fact extreme right, nature of the fundamentalist movements. And I want to say that they have a lot in common with Nazis and fascists at the level of ideology. I know historians will jump to my throat because nothing can be compared to fascism in Europe at the time of the Second World War and before. But if we look at their ideology, they share with the Nazis and fascists the belief that they are a superior, not race, but creed. Nothing is superior to their creed. They base this fantasy, I would say, on the mythical past, whether it's the glorious past of Rome or the Aryan race, or in the case of Muslims, the golden age of Islam. And
also based on that, they feel they have a right and a duty to eliminate the Untermensch. At the time of the Nazis, it was the Jews and the communists and the gays and the mentally handicapped, etc., etc. Gypsies, not to forget them. And now it's the coffers in a very general way, and also the Jews, the gays, etc. So I think this is extremely dangerous, and they have, as they say, God on their side, just like the SS had the on their pocket, on their belt. Yeah, God on my side. Yeah. So I think failing to see the similarities and thinking we can ally as a left worldwide with these people, this is dramatic in my views. And I think the left in Europe and North America, but also in Asia and Africa, is participating in the elimination of any progressive thinking, any progressive movements all over the so-called Muslim world. Thank you. امیدوارم از مصاحبه با مریم هللوکس خوشتون اومده باشه. مریم یک تاریخچه خیلی درازی داره در فعالیت در الجزایر علیه اسلامیا و علیه دولت خب الجزایر. دقیقاً بخونم وقتی خودت نگاه میکنه به هم مصاحبه و تحلیل رو که مریم میده در رابطه با توضیحات در واقع آناتومی این جریانات چپ ضد آمریکایی، مسئله حقوق بشر رو مطرح میکنه، مسئله جنایت مترقی رو مطرح میکنه، نگاه میکنی میبینی چه تجربه غنی اینا داشتن در مبارزه با برای حقوق بشر، حقوق زنان، مسئله سکولاریسم. و تو مصاحبه هایی هم که ما تو برنامه های نان گل سرخ داریم میتونی ببینی یک نسل و جریان خیلی قوی هستن که از این تجربه اومدن بیرون، الان صداشون کاملا باز و روشن داره بیان میکنه خودش رو تو از طریق همین برنامه و نشون میده که جریانات ضد آمریکایی، بعد بهشون گفت ضد آمریکایی، راست هوادار اسلام هیچ نقشی رو دیگه به شکل مترقی بازی نمیکنن و خیلی ها اینا رو کاملا شناختن به یمن کارهایی رو که خیلی از همین تیپ زنا کردن، مبارزه کردن و الان متمرکزه. و به نظر من این نشون میده که این جنبش مترقی تو خاورمیانه، شمال آفریقا و تو اروپا شکل گرفته، خودشو داره بیان میکنه و نظر من نقطه قوت این جنبشه و فکر کنم این برنامه هم یکی از اون در واقع پنجره ایه که میتونه یه تصویر خوبی رو از این جنبش نشون بده. یه واقعیت اینه که وقتی که به این جریانات نگاه میکنین میشه دید که اینا دیگه بعد بهشون گفت که هم صف جریانات اسلامی هن. یعنی واقعیتش اینه که آدم که کشته میشه تو بنگلادش، آدم که کشته میشه تو ایران، آدم که کشته میشه توی فرانسه، پاریس، چارلی هبدو، اینا کسایی هن که دارن اسلامی رو تقویت میکنن، تشویق میکنن، براشون برای حرکاتشون و حتی تروریسمشون رو توجیه میکنن. واقعا شرم‌آوره که به خودشون میگن چپ، به هیچ وجه این جریانات چپ نیستن، طرفدار فاشیسم این دورن و باید بهشون گفت شما این کاره این و ما ایم که جلوی شما وایسادیم و میستیم. اخبار تکان دهنده این هفته از بنگلادش و اینکه یک بلاگر دیگه به اسم رحمان به طور فجیحی از سوی اسلامی کشته شد در اون کشور، تا حدی که نمیشناختن این کیه، تا اینکه کارت هویتیشو پیدا کردن تا فهمیدن اصلا کی هست که اینو کشته. واقعا در باره این خبرها رو که آدم میشنوه و اینکه بنگلادش که
تاریخ و جنبش سکولاریسم روش خیلی قوی هست. الان وضعیتش شده که دست جنایت اسلامی داره باز شده دوباره و یه موجی از آدم کشی دارن انداختن و کنم دولت بنگلادش باید تحت فشار قرار بگیره که حق شهروندان رو باید به رسمیت بشناسه که بتونن آزاداندیشی بکنن، نقد بکنن، انتقاد بکنن، جلوی اسلامی ها رو باید گرفته بشه. به نظر من باید فشار خیلی زیادی روی جنایت دولت بنگلادش قرار بگیره. این چند نفر دیگه باید کشته بشن که یک کسی باید صداش دراد. و خیلی جالبه در این اعتراض دولت‌های ظاهراً اروپایی غربی هوادار حقوق بشر صداشون در نیامده. چند تا خبرگزاری‌ها این خبر رو پخش کردن. یه چیزی که هست، وقتی که کشته شد، کسایی که دورور بودن اومدن این دو تا از اسلامی‌ها رو گرفتن، یکیش فرار کرد و به پلیس گفته بودن که اصلا نمی‌دونن بلاگ چیه و نمی‌دونن اصلا چی نوشته. یعنی همینجوری یه ماشین آدمکشیه، آدم‌ها رو نشونه می‌کنن، می‌کشن، برای چی معلومم نیست. هی میگن که احساساتشون جریحدار شد، اصلا نخوندن چی نوشته. این ناگهانی این جرت فاشیست همیشه جرت اسلامی هم یکی از خصوصیاتش همینه، تکیه میکنه به روی ناگهانی آدم‌ها، تحریک ناگهانی آدم‌ها و جنایت اسلامی دارن دقیقا همین کارو میکنن. درسته. یه چیزی که هست، خب بنگلادش بالاخره جامعه سکولاره و جنبش قوی سکولاریستی داره. واقعیتش اینه که اگر مثل فرخونده، اعتراضاتی که برای فرخونده پیش اومد که بالاخره پلیس اومد، بعضی از پلیس‌ها اخراج شدن، 28 نفر بازداشت شدن، این نوع اعتراضات لازمه که اجازه ندن کسی در بنگلادش دوباره به خاطر انتقاد از اسلام کشته بشه. و خب همه ما در خارج کشور هم نقش، خارج از کشور بنگلادش نقش داریم در فشار گذاشتن روی دولت بنگلادش که این دوباره اتفاق نیفته. فتوای احمقانه این هفته از داعشه و خب احمقانه تر از اونا کی میتونه فتوا بده؟ و این فتواشون اینه که آیت الله خامنه‌ای، آره خب اونم میتونه داعش ایران. ولی خب خیلی جالبه، این فتوا اینه که داعشی‌ها اجازه دارن فوتبال دستی بازی کنن، اما مبادا مثلا یکی از این فوتبالیستای پلاستیکی صورتش مثل محمد باشه، پیغمبر اسلام، قبل از اینکه بازی کنن بعد اول سرای این بیچاره فوتبالیستای پلاستیکی رو ببرن. آدم کوچولو. آره. این فقط از جنایت اسلامی و داعشی، از این و اینکه تصویر آدم نباید باشه، مجسمه نباید باشه، اینا تو این جزئیات دارن میرن. اینا فقط برای کنترل زندگی مردم. ولی واقعا این احمقای داعشی و مذهبی های اسلامی هم فقط میتونن از این قول و قرارا و از این حرفا برای جامعه بکی درست کنن. بالاخره بعضشون خرابه. نه، خبر خوب این هفته از سوئد میاد. این روزا خبرهای خوب از سوئد زیاده. خبر خوب این هفته در رابطه با جنبش باز کردن استودیوم ها برای زنان در ایرانه که توی کشورهای اروپایی داره قدرت میگیره. تو ایتالیا بود، الان مسابقه فوتبال بین ایران، تیم فوتبال ایران و سوئد در استکهلم بود هفته گذشته و اعتراضات خیلی زیادی شد. قبل از اون یک هفته قبلش مسابقه متفاوتی بود، مهین علیپور با ماریا رشیدی توی روزنامه اکسپرسن شیرین شمس هم مسابقه کردن. درسته. و کلی آره اعتراضات خیلی خوبی سازمان دادن. عکسای زیادی دیدیم از بنرها برای ورود زنان، هم بیرون سوهن هم درون. روز همون روز صبح قبل از مسابقه فوتبال مصاحبه بود با خانم رشیدی و مهین علیپور با توی با تلویزیون توی خبر اول که در این مورد صحبت کردن. نتیجه‌اش این بود که چندین تا از بازیکنان تیم فوتبال سوئد در دفاع از حقوق زنان برای رفتن به استودیوم‌ها و باز شدن استودیوم‌ها به روی زنان
و بر علیه آپارتاد و در واقع حس بزنن از جامعه پشتیبانی کردن و ریسپشن و جامعه سوئد خیلی خوب و مثبت به این قضیه برخورد کرد و به نظر من کار خیلی جالبی کرد. همین نوع کاراست که واقعا میتونه توجه رو جلب کنه و نشون بده که واقعا چقدر میدونی قوانین اسلامی چقدر مسخرن. یه زن دیگه نمیتونه وارد استودیوم بشه دیگه، چه برسه مثلا جداسازی به کجاها کشیده. ولی جالبه، یکی از خصوصیات این جنبش اینه که رهبران جنبش‌های اجتماعی تو ایران زن‌ها هستن. اینو توجه کردین شما؟ تمام میدونم حالا نمیخوام به شما زدی، ولی واقعا نگاه میکنی تو تمام جنبش بر علیه اعدام، جنبش بر علیه قوانین اسلامی، جنبش برای دفاع از حقوق زنان، جنبش بر علیه زندانیان، بر علیه دفاع از زندان سیاسی نگاه میکنی، تمام جنبش‌های اجتماعی الان تو جامعه ایران رهبرانش زن هستن و تو این قضیه هم این کاملا مشخص شد. خب اسلامی ها میگن که زنا فتنن، فتنه جامعنن، ولی واقعیتش اینه که ما آینده فتنه اونا هستیم. آینده فکر کنم جامعه ایران و خاورمیانه رو زن رو رقم بزنن، فکر کنم اینطوریه؟ چرا که نه. قول میگم میخواستیم بهتون بگیم که دو هفته تعطیلیم. رضا مرادی خیلی خوشحاله، فکر میکنه که تعطیلی داره ولی براش برنامه داریم، ولی دو هفته نیستیم متاسفانه. میتونین برنامه های قبلیمون رو از یوتیوب نگاه کنین اگر خیلی دلتون برامون تنگ بشه، ولی ما 28 و 29 آوریل دوباره برنامه انگلیسی فارسیمون رو شروع میکنیم و این بار مصاحبه‌ای داریم برای اون برنامه که آیندمون از یک فیلمساز مشهور تونسی به اسم نادیا الفنی و در برنامه بعدی در رابطه با هرکات جدید مریم هم براتون بیشتر توضیح میدیم. امیدواریم هفته دو هفته خیلی خوبی داشته باشین و تا موقع به امید دیدار. خداحافظ. Bye. Hi, I'm Mariam Namazi. And I'm Faribos Puya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary, and we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are and the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.